بچه ها سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه با ما. پریسا هستم، چنل پریفان در خدمتتون. خیلی خوش اومدید. سلام خدمت همه دوستان عزیز تتلیتی های گل گل گلا. خوبین؟ حال احوال شما؟ من مهدی هستم در خدمت شما همه دوستان عزیز. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه برادرای گل، خواهران گرامی. کامنت یک یک دو دو. آقا ما دوتا چنل داریم تا کانال اوکی میکنه، 7mm و پریفان. هر شب دوتا کار میذاریم، اون یکی هم حتما سر بزنید لایک سابسکرایب فرموش. آره از ستلی زیاد میذاریم. بچه ها آغازدیا ارسلان فرمودن که خدایش من شما دوتا رو خیلی دوست دارم، ماشاءالله بسیار اخلاق زیبا و بامرام. صمیمیت بسیار بالا، دمتون گرم. کامنت منو حتما در برنامه بعدی بخونید. ممنون. عشقین. عشقین هم یه انگلیسی نوشته که کامنت انگلیسی رو هم گذاشته باشه. دمت گرم. آزیا ارسلان. آقا ما هر شبم کامنت میخونیم، جوکی از چیز باحالی از چیزی خنده‌دار با مزه‌ای هست میاریم، میگیم آقا دیگه یه خانواده داریم دوره هم. آره یه محشید خانم عشقم داریم که همیشه قلب برامون میذاره، کامنت میذاره، از بچه های قدیمیه، از چنل قبلی من تا این چنل جدیدم. به نشانه اعتراض میخوایم یه قلوب بزنیم. محشید قشنگم، دمت گرم که همیشه با مایی. دمت همه تون گرم. دمتون گرم که همیشه برامون کامنت میذارین. بچه ها مطمئن باشین هر شب 3-4 تا کامنت میخونیم که همه تون رو گفته باشیم اسم ببریم. همین دیگه. 1-1-2-2-8. آقا امشب به درخواست خودتون برای بچه تتلیتی حرمسرا رو آوردیم. خب منم خود تتلیتی هم مسلما شنیدمش و آوردیم ریاکت پری خانوم گل گلابو. خیلی تو کامنت ها حرمسرا رو دیدم، هم یکم نوشته بود که بابا مردیم از بس گفتیم خدا نکنه، ولی بچه تو لیسته. دمتون گرم. پیشنهاد ها خیلیه، واقعا خیلیه. کم کم آره، یواش یواش به همشون میرسیم. شبی دوتا چشم. نه غلط نیستیم. بینگ. حاضرید؟ حاضرید. مرسی بابا در همه حمایتاتون. برو وکس. برو حاضرید. وکس برید. کاور رو ببین. کاور رو دیدیم. آقای امیر جان، سلطان جان وایستادن با برو وکس با شیشتا این یانگه خیلی با آره آره لئو بای پول. پول این وسط حرف همه چیو میزنه. بله. فقط و فقط پول. تا میتونید پولدار شید. پولدار. گفتم به فکر حرم سرا کشمم سرا زمین یه حرم سراست، اما تو این حرم سرا وقتی پر جنده میشد معلم ساختم از سوا. تو بگو جر، بگو پاره، بگو جنگ، من از سما تنها رفتیم همه جا، ولی اونو یه ریختم بعد من سوا. سوا رو میشناسی؟ کی؟ سبا؟ نه سبا همین بچه های اینستاه که با نیله اینا قبلا میومد پیش تتلو، میگه که وقتی که همه دنبال داستان خودشون بودن من از سباها، اینجا ایهام داره، خود سبا نیست قطعا، خیلی از دخترای دیگه است که دعوتشون کرد به ورزش، به خیلی از کارهای خوب. نه من اشاره میکنه معلم ساختم از سبا. آره بگو جنگ، من از سما تنها رفتیم همه جا، ولی اونا یه ریختم بعد من سبا. تو همین حرم سرا ننم اون کلفت بود، منم که بچه بودم و میگرفت بغزم زود. بابا معتاد شد و رفت، یه حیز شد امون، بزرگ شدیم اما فریکش خوب مونده کلن رون. صاحب حرم سرا یه شیخ خامنه بود، جوونا رو تشنه میذاشت که بشن حامل، زود گرون که باشه همه چی جوش میخوره، معامل خوب با فقر و ترافیک و دزدی شدن حامل دود. داستانو داره تعمیل میکنه که وضعیت چطوره. ما از بیخوبون خطاییم واقعا، همه رو تشنه نگه داشتن، یه چیزی که
عادیه دیگه، دیگه معلومه برا همه. باشه همه چی جوش میخوره، معامله خوب با فقر و ترافیک و دزدی شدن عامل دود. اون که نباشه بگو به چه درد میخوره بابات په. آخه خب تو دنیا مگه چند تا مثل آرات ها؟ هر چقدر خوب باشی میمیری تو بی کسی پ. آراتو که میشناسی؟ آره. عشق بچه ها، عشق واقعا. موفق باشه همیشه، هم باباش خیلی حمایتش کرد. حرفتو نگه دار که این تموم شه بعد یادت نره. وای سه ثانیه، ادامش خیلی مهمتره که چسبیده به این. مگه چند تا مستعارات ها؟ هر چقدر خوب باشی میمیری تو بی کسی پس، وگرنه تو همون شهرستان ها ستا لیونل مسی هست. الان حرف تکمیل شد. آره ببخشید من دیدیم سری قضاوتیه زود زدم، ولی چون اسم آراتو آورد خیلی خوشم اومد. خیلی کم داریم باباهای آرات، در حالتی که میگن آقا آرات بچگی نکرده نمیذاره بچگی کنه. اینطوری باید نگاه کنیم به قضیه که الان ما احتیاج نداریم. حالا درسته بچه باید بچگی کنه خب، ولی باباه اون بالای وایسه که استعداد بچه رو ببینه. خب الان خود ماها واقعا خیلی از ماها میگه تو سر تو هر کوچه بگردی لیونل مسی هست. از لیونل مسی خیلی بهتر داریم ماها. آره ولی استعدادایی داریم که اصلا. ولی جریان چیه؟ جریان اینه انقدر تشنه و گشنمون گذاشتن خب که نمیبینیم، نمیتونیم بیان هم بالا، هم نمیبینن، همین که کلن استعداد خودش خود به خود کور میشه. صد در صد. یه سر میذاره روش میگه ول کن کجا دیگه هستیم که بخوایم استعدادمونو نشون. آره من دیگه باید بیفتم دنبال یه لقمه نون فقط سیر شم. استعداد بای بای. ترس حبس پس، وگرنه تو همون شهرستان ها ستا لیونل مسی هست. منم و ترس حبس، تون زدن نبض و استرس. منم و یه صدا که میگه صفرمونو بهش برس. منم و درس، منم و درس، کلی درس زندگی و یه حس هرس. منم و ترس نبض، تون زدن نبض و استرس. منم و یه صدا که میگه صفرمونو بهش برس. منم و درس، منم و درس، کلی درس زندگی و یه حس هرس. آدم باید از تمام اتفاقاتش درس بگیره، ولی تا جایی که میتونه نباید اجازه بده بهش ضربه بزنن. میدونی تتلو اینجا میگه اینقدر بهش ضربه وارد شده، اینقدر خوردش کردن، اینقدر سرش داستان آوردن که داره میگه من اما ترس. خب ولی فکر هدفه باش. آره به هر حال بزرگ میشی دیگه وقتی یه هدفی رو دنبال کنی. صد درصد. منم و درس، کلی درس زندگی و یه حس هرس. گاهی تنها مرگ درمان است، نیک گوش بسپار تنها مرگ. اما برای رفتن بلیطی گرانتر از ماندن نیاز است. گاهی آنان که میمانند بلیط و پای رفتن نداشتند، وگرنه میرفتند. قطعا الان نگاه کنی همه، من بهت قول میدم 95% کسایی که هستن دوست دارن برن، بلیتر هم دارن، ولی نمیتونن. چی نمیذاره داخل خودشه که تو اطرافیان خودش، شاید مادری، شاید پدری، شاید کمپولی، شاید جرأت نداشتنی، شاید ضعفی، شاید مثلا به این فکر کنه که هیچی نیست، خب اعتماد به نفس نداشته. آره اینجوریه. وگرنه میرفتم. منم و کم بود که هزار تا فکر منفی به سرم زد. انقدر زده بالا، انقدر داغ مخم که فقط دلم میخواد یه حرم سرا. منم و هیولای تاریکی، منم و اپا، منو فکر ملی کامونا و الهام. منو کمر پر داره میزنه بیرون از چشمام پر. خودشو میگه شبا، خود شبا تا صبح اصلا نمیخوابه، میشینه فقط مینویسه و هزاران فکر که باعث شده تتلو بزرگ بشه. میگه منم و هیولای تاریکی. هیولای تاریکی قطعا خودش هیولاست و تبدیل به یه هیولایی شده که ما الان تو روشنایی ببینیم. بسک و سینه دیدم، خب فقط من نزنا، مغز حرومم شده، خودش یه پا حرم سرا. توی صف هم فقط از کس شنیدم و از زنا، اینجا حتی بد آدمه، کس کشیم و از زنا.
مردمو بگابد اسلامو پله کن، خودت دنبال سکسی فقط حتی پشت تلفن، خون بکن تو شیشه بعد قایم شو پشت ریشه، توی شهر ما هر کی عاقل شو کشته میشه. کشتن، من هزار بار تو موزیکای تتلو میگم واقعا تتلو رو کشتن، کسی که به عقلانیت اصلی خودش در راه رسیدن به اهداف و اینکه همه مردم و طرفداراشو داره به راهی که به هدف میرسه، به راهی که به هدف منتهی میشه دعوت میکنه، ولی اجازه بهش ندادن. خیلی چیزا رو تو ایران اومد آزاد کرد. ساکت میکنن دیگه. رئیسش ریشه، توی شهر ما هر کی عاقل شد کشته میشه. رئیس حرم سرا رفتارو گازم بری، انقدر درجا زدم که نفسم بازم بری، مردا همه اسیناسی بی محتوا مثل ساسی، دختر رو همه سوراخ خوری همش به یه قصه سازی، همه دنبال گولاخ دوری، عشق برنامه عشق ماشی، معلوم نیشوهر داری یا جنده، حق داری دوچار اشتباشی، اینجا عشقی نمونده که بی خودی چشم براشی، حتی به کار نمیدن خره یه خورده زشکه باشی، هر جا بری آدم مریض میبینی سر پسته. آره اگه دنبال دادن نیستی پس گمشو کسته خاره. ببین من درست دارم میخندم ولی بسیار درد داره یه دردایی رو بارا میاره که واقعا انفجاری افتاده تو مملکت ما. خیلی از دخترها هستن که داره میگه تا این کار نباشی واقعا به هیچ جا نمیرسی، یه حقیقتی که تو جامعه ما رخ داده، یعنی اتفاق افتاده و هست. خودش گفت من خیلی از دخترها اومدن پیشم به هم زنگ زدن بهشون تجاوز شده، یارو روش نمیشه به خاطر آبروی پدر مادر و داداش و فلان بره شکایت کنه، بره پیگیری کنه که چی؟ یه قانونی بیاد این وسط. بعد فردا پس فردا هم قانون چی میگه؟ میگه مقصر خودتی، خواستی بیای بگی برای رسیدن به کاری، برای رسیدن به یه چیزی باید بدنتو بذاری وسط. خب یعنی چی؟ ای بابا هر جا بری آدم مریض میبینی سر پسته. آره اگه دنبال دادن نیستی پس گمشو کسته خاره، خوب به مالی محبوبی عقب مونده اگه محجوبی، ولی خودشون عقب ترین هم طرز فکر دور سلجوبی. منم و ترس حبس تون زدن نبز و استرس، منم و یه صدا که میگه صفمونو بش برس، منم و درس کلی درس زندگی و یه حس هرس، منم و ترس نقص تون زدن نبز و استرس، منم و یه صدا که میگه صفمونو بش برس، منم و درس کلی درس زندگی و یه حس هرس، منم و یک صدا که میگه بهش برس. اون صدای چیه؟ صدای درونشه. صدای درونتون رو گوش بدیم، بیاین درونتون خودتون رو جستجو کنید، چی داخل خودتون دارید؟ قطعا به اون چیزی که فکر میکنید که درونتونه بهش میرسید. حالا اگه بد فکر کنی قطع به یقین بد، ولی میگه آقا صف بهش بچسب. آره همت مهمه. آدم میتونه 10 سال بشینه بگه مثلا من دوست دارم خواننده شم، من دوست دارم نوازنده شم، بعد بره مثلا ببینه ویدیوها و فلان و اینا، ولی تا خودت همت نداشته باشه که بهش نمیرسی. حرکت کن، صف بمون پاش. منم و چار تا دیواره بهم گره خورده، روبرو منگاری هرچی دل مرده، منای تنه ی خشک میوه کهنه، منو یه عده دریده گنده، منو فکر امضا تو پلیس، ببین یه جو معرفت تو نیست. اصلا معرفت ندارن و خیلی بی‌حرمتی به احترامی به تتلو کرد. بیچاره 2 هفته یه بار میره امضا میده پلیس. آها یعنی شکایت کشی شده میره امضا میده، یا مثلا موضوع همین چون که اینجا هست آدم بزرگیه؟ نه دیگه گرفتنش، قرار بود بفرستنش ایران. دیگه الان یه سری داستانا پیش اومده، باید بره امضا بده. آها. هر 2 هفته یه بار امضا بده که بدون اون همچین کسی تو اینجا هست فرار نکرده. عزیزم آخه منو نگرفتن عقم و قربت، منو یه مشلاشی مشتشق شهرت، این تنم روحی نداره تو بیا چشم منم کور کن، من خواهش رو ندارم خودکشی رو تو منو مجبور کن،
صبح تا شب، این شب تا صبح، همه روزا این همه قر میزنم این ننم، ببین این رگه رو کی بزنم، از عشق و علاقم میگیره، زندگی جو اجباری انه، بود شدن انگاری همه موزیک تنها دلداری منه، من روزا رو خوابم ولی شب تمامو بیا به چش، تو آلبوم تو عکس من دو تا شاخه سیاه بکش، معلوم نیشه مرگم هستم، معلوم نیشه فازم چیه، کی این ترکیب و واسم چیده، حال ندارم که بسازم دیگه، هر کی اومد دوشید و غیب شد، شمارش رو پاکن بعد بگو، گم کردی گوشی تا حیف شد، ای بابا اینجوری که زش شد، تکراری تصویر هر روز، مغزرت تعطیلت هم گوز، هنوز شبای ما سرده چرا، میاد تو سال تحویلت هم سوز، منم و ترس، حبس آخ چقدر داره زیبا میگه سوز، منم و ترس، حبس، تون زدن نبض و استرس، منم و یه صدا که میگه صفرمونو بهش برس، منم و درس، منم و درس، کلی درس زندگی و یه حس هرس، منم و ترس، نبض، تون زدن نبض و استرس، منم و یه صدا که میگه صفرمونو بهش برس، منم و درس، منم و درس. اینجا که میگه منم و درس، میدونی یاد چی میافتم؟ چی؟ یاد مثلا استوریایی هست که پستایی هست که توی یوتیوبش میذاره. خب مثلا میاد دو تا خط مینویسه ولی هزار تا چیز میتونی ازش، هزار تا معنی داره، خدایش خیلی باله. یعنی روزانه باید بری پستای تتلو رو نگاه کن، کیف کنی و خیلی چیزا داره به همه یاد میده. آره. شما که اگه قشنگ بهش فکر کنی راحت میتونی خیلی چیز ازش در بیاری و سلوه زندگیت قرار بدی. بعد مدل خودش هم مینویسه، یعنی آره، وقتی که راحت. زیاد آره زیاد مثلا بشناسش و اینا، همون متن رو هم با صدا و اون خنده ریزای تتلو میخونی توی ذهنت، کلی درس زندگی و یه حس هرس. آری من از هموطن خود دیدم تهمت و قتل و ریا، چاقو از هم جنس خود خوردم نه از اجنبیا، من از اسلام دیدم اعدام، شلاق، اجبار و تکرار، من از پدر و مادر خود دیدم طلاق و جنگ و استکبار. ببین همه چی از نزدیکان خورده، هر بلایی سرش اومده از اطرافیانش خورده و از اطرافیان دیده، از خانوادهش اونجا گفت چاقو، این رفته بودن شمال ویلاشون، خونهشون فکر کنم بوده، رفیقاش اومده بودن مراسم و لولا و فلان و این داستانا، بعد اومده بودن گفته آقا جمع کنین ما هنرمند این داستانا، بهش چاقو زده بودن خود رفیقاش. آشنا که هست صداقت نیست، این سکوتم از رضایت نیست، دلت خونه چشاتم خیست، بغضت 19 گریه هاتم 20، نفسم هست هوا نیست، هیچ نوری تو شبانی، تن من هست صفا نیست، هیچی این اولا نیست. دیدی هر چیزی اولش چقدر خوبه؟ آره. واقعا کاش یه جای خودم میگفت کاش همه چی، هر چیزی، هر رابطه‌ای، هر داستانی، همه چی اولش باقی میمون. آره، مثل اول... اون حس و حاله مثل اولی که برات اتفاق افتاده بود میمون. آره اول همه چی واقعا خوبه، کاش همیشه از اول تا آخرش اول باشه، همیشه اون هیجانه رو داری، اگه اینجوری باشه کلن در حال هیجان. بزن تازگی ها شعر می نویسم، خودکارم کافر میشه، برقو که حرفشو نزن پر پشت خار مادر میشه، چشاتو باز کن درست ببین چند تا داری آدم پیشه، دور پر گاوه با این فرق که اینجا میزنه گاوم نیشه، میگفتم حرم سرا کارگر و برده میخواد، بی پول که باشن مغز پدر مادر و بچه میگاد، مخرمونه حیوان بمونی دزدیم راحت تره، حالو که باشی عزیزم خوب میکنن راحت خرت، مدیر حرم سرا هر روی جور فاز میده، آره شدی خطرناک چون بالا رفته باز دیده، آشپز حرم سرا انگ پای گاز ریده، تو قفسه موسیقی اسلحه به جاساز شیده. همینه تو ایران الان تو برای موسیقی رپ، اینجا فقط منظورش رپ بود. خب چیزی به اسم رپ داخل ایران جریان نداره، هرچی هم هست زیرزمینیه و
اون حقه بهشون نمیدن. قطعا به اونجا اشاره میکنه که حق ما رو خوردن چون بی پول بودیم و خیلی از پارتی ها رو نداشتیم. درد داره، این درد وحشتناکه. یه جالبی هم که هست چیز میکنه، مثلا خب موزیکش دیگه حرم سرا هست اسمش و اینا، میخونه مابین و مثل یه قصه دیگه شروع کرد و این مابینش رو مثلا یه چیز میگه، یه حالا به قول خودش درسی رو میده و یه دفعه دوباره برمیگرده سر قصه. آره خب پرانتز برات خیلی باز میکنه، خیلی باحال. خداییش واقعا دمت گرم. تو قفسه موسیقی اسلحه به جاساس چیده، آسمونو گرفتن دریا رو طوفان کردن، خنده مرده اینجا همه ایران و توران سردن، گوسفندای گله همه میافتن تو دام بدن، از گرد میترسن اما خب میزنه چوپان گردن، قلب من تیر میکشه کیرم تو این داوری، امیدم به تش بود اینم از این آخری، با این وضعیت ببین حق داری اگه کافری، خبری نیدیگه از اون سرزمین مادری. حق دارن، من کافر که نیستم خب، ولی خب به دستورات اینا و اون چیزی که گفتن دیگه سرپیچی میکنن و به قول خودشون میشی کافر. در صورتی که تتلو خودش میگه، میگه آقا طبیعت که اون حسه، اون دینه، اون خدایی که ازش حرف میزنی دقیقا خودتی، درون خوده و اون انرژیی که از خودت میگیری همونه، به هر چیزی فکر کنی، به هر چیزی که اعتقاد داشته باشی همون برات میاد. آره دیگه، انسانیت وجود داشته باشه کافیه دیگه، هر چی که به ذهنتون میرسه قطعا خوبش کنید و بهترینش کنید و به اون فقط فکر کنید که بیاد سمتتون دیگه. مشخصا دیگه خوب و بد رو میتونید تشخیص بدید. ببین تا اینجا هر چی گفته خب بیشترش در مورد این بوده که آدم هرچی میخوره از آشنا و دور و بر یا هر بلایی سرش میاد در این داستان هست. کافری خبری نیدیگه از اون سرزمین مادری، منم و ترس حبس تون زدن نبز و استرس، منم و یه صدا که میگه صفرمونو بهش برس، منم و درس، منم و درس، کلی درس زندگی و یه حس هرس، منم و ترس نبز تون زدن نبز و استرس، منم و یه صدا که میگه صفرمونو بهش برس، منم و درس، منم و درس، کلی درس زندگی و یه حس هرس. کسی که قراره مثلا تو 30 سالگی جندشه چه فرقی میکنه از 18 سالگی دادن شروع کنه یا مثلا 20 سالگی؟ تو حرم سرا با اعداد بازی میکنن که صورت مسئله رو پاک کنن، وگرنه هر کاری کنی و هر وقت شروع کنی ته بازی هم بود. قشنگی شین زیر ببین، صدای دختر آورده داره گریه میکنه. از چیه اینا؟ اینا از پایه خرابیه که ما داریم متاسفانه. میخوان صورت مسئله رو حل کنن. آره. صورت مسئله حل نمیشه. واقعا 17 18 با 30 سالگی هیچ فرقی نداره. ته داستان همونه. با پول و اسکناس سینا رو وا کردن، با بی پولی ولی خب شنبول ما رو بستن، صد تا از دوله هست از زیر پا تا گردن، ولی روی یکیش زومن که نبینی بقیه رو اصلا. دخترهای مملکت رو میشه با پا رفتوشون، کاری کردن که حتی زدشی از بوشون، پسرهای مملکت رو میگیرن نفروشون که بزنه بالا نازک شب روشون، بس که فضا بسته بوده همه چی رو تو پست دیدن، بس که معلم ها بدن بچه ها همه کس میخن. چی یاد میدن توی مدرسه ها، این آموزش ها، این تربیتی که میگن چیه؟ ای بابا، ما که خوندیم و این همه رفتیم از بچگی و استرس درس و اینا و واقعا هیچ کدومش به دردمون نخورد جز یه جمع و منها. اونم تو موزیک جمعا میگه به جمعیت زب در بزن. آره خداییش فقط همین بود، وگرنه درس بزرگ و زندگی به آدم میده. ببین دارن تربیتت میکنن، وسط همون تربیتت دارن بهت استرس رو تحمیل میکنن، یعنی تو تنها چیزی که از اون تربیتی که دارن بهت میکنن فقط استرس یادته و اون استرس تا آخر عمر باهاته. تو بری سر هر کار کوچیکی بری دنبال هر مسئله بگردی، اولین چیزی که میاد تو این ذهن به درد نخور چیه؟ استرس. فقط استرسه، همونه که میگه یه حس هرس. کل داستانا ببین میتونی با هم تلفیق بدی، خیلی داره جالب میگه. حجت الاسلام مهدی 7 امم.
که ابروشون، بس که فضا بسته بوده همه چی رو تو پست دیدن، بس که معلم ها بدن بچه ها همه کس میخن، حق ما رو خوردن و بعد با پولمون پوز میدن، تا فشارو نباشه که نمی کنم دوزی من. میگفتم حرم سرا خب بورو پری میخواد، میدونی بوری پری رو مانتو رو سری میگاد، پس بیا زوریش کنیم ملت ازش زدشن، اون برم که فیلم سوپر بعد از ده شب. اوه اوه جالب شد آه داروغه داداش عکاسب شد، آمریکا بده چرا بچت داره پاسشو، چطور وسط شلوغی کرونا یه غالب شد. خدایا حرم سرا رو ولش کن، تو بگو زایشگاه، بگوی زندون و مام موش آزمایشگاه، واسه مخ زدن واسه بری دانشگاه، درس و مدرسه کجاست زیر تخمایشگاه. ببین من خب میخواستم برم دانشگاه، تموم ذهنم تموم ذهنیتم واقعا خداییش فقط به خاطر دختر بازی بود. یعنی چیزی به عنوان درس، چیزی به عنوان پیشرفت، چیزی به عنوان هدف، اصلا هیچ چیزی تو مغزم نبود. تنها چیزی که ذهن منو پر کرده بود دختربازی بود. چرا؟ چون از قبلش و از بچگی عقده ایمون کردن دیگه یه هیجان. همین بچه مدرسه یا درس و اینا فکر نمی کنم یعنی میخونن اوکی هن ادامه میدن مثلا، ولی به عشق اون رفت و آمده مدرسه تا خونه، خونه تا مدرسه، میرن مدرسه دقیقا دنبال همونن. آره متاسفانه قبلش هم پر استرس هم البته. آزمایشگاه واسه مخ زدن واسه بری دانشگاه، درس و مدرسه کجاست زیر تخمایشگاه. منم و ترس حبس تون زدن نبض و استرس، منم و یه صدا که میگه صفمون و بش برس، منم و درس منم و درس منم و ترس حبس تون زدن نبض و استرس، منم و یه صدا که میگه صفمونو بش برس، منم و درس منم و درس کلی درس زندگی و یه حس هرس، منم و ترس پس حرم سرا حق من است، زیرا که من بزرگ شده یانم، من بزرگ شده یانم، یک دو دو هشت خلاص. این جان تقدیم به حرم شما. حرم سرا که هیچ، تو هر چیزی حقت. امیر تتلو خیلی کار برای مردم ایران کرد، اومد تتو رو آزاد کرد، تابوشکنی کرد و هزاران کار دیگه و هزاران کار که اومد جوونا رو از راهای بد آورد راهای خوب. آره مثلا یعنی میگفت به چه قشنگی نیومد مثلا تو به فرض میگم صفحه این استافلان فلان فلان کنین اینجور کنین یا رک بیاد حرفش رو، یه پیغام داره برای پاسبانی عزیز نیومد بگه. و اینکه چقدر قشنگ این حرم سرا توش تمام اتفاقات ایران از اول تا الانش گفت همه رو. ببین توی موزیکش، حالا ببین موزیکای دیگه‌اش چیکار میکنه، ولی قشنگ اومد حرفش رو زد، نه صفحه‌ای باز کرد بیاین اینجور کنین هشتگ فلان و این چیزا رو، خیلی قشنگ اومده تو موزیکاش داره میگه، خیلی راحت میگه، همه متوجه. آره و واقعا دمش گرم. توضیح اضافه ای واقعا لازم نیست، همه خودشون میدونن چه خبره و خیلی واضح داره میگه عاشقتونی. نه میخواستم تدلو رو اول بگم عاشقتیم یکم کلمه برام ناشنا اومد. به هر حال که دوستش داریم ما، عاشقشیم، همینطور شما عزیزان که خیلی گفته بودن خدایی. خیلی حرمسرای تتلو، حرمسرای تتلو تقدیم به نگاه زیباتون. مرسی که ما رو تا اینجا تماشا کردید، طولانی شد یکم ببخشید، ولی آره عاشقتونم. خدا فز مرسی بابت همه حمایتاتون، دمتون گرم. بای بای, بای, بای.